شب بخیر. آیا پیمان ابراهیم آغاز گفتگوی مجدد و صلح بین اشمائیل و اسحاق است؟ در پاراشای هفته میبینیم که اسحاق همسرش را در بازگشت از چاه زمزم میبینه. وقتی که رفقا به سوی کنعان برمیگرده، اسحاق هم از جایی که بوده به طرف اونها، نه به قصد دیدن اونها بلکه به جهتی که اونها بودند برای کار روزمرش در حال حرکت. تورا نوشته و اسحاق با میبو به لحی روئی به هو یوشف به ارس هنگف و اسحاق آمد از آمدنش از منطقه بئر لحی روئی، بئر چاه لحی روئی، چاهی که هاگار اسم اونجا رو گذاشته، چاهی که من در اونجا فرشتگان را دیدم. برای اینکه اسحاق در نوشته یوشف بئر هنگف در سرزمین نگب و جنوب زندگی میکرد، اما از اونجا خارج میشه که در صحرا گردش کنه یا اینکه نیایش بکنه. در آستانه غروب چشمانش را بلند کرد و دید اینک شتران میآیند. رفقا همسرش را بلند کرد، اسحاق را دید و از دیدن هیبت او از شطور افتاد. برای این چی تورا اینجا میخواد تاکید بکنه که ملاقات اسحاق با همسرش، اولین دیتش، وقتی است که اسحاق از بئر لحی روئی میاد، از چاه زمزم میاد، از چاهی میاد که برای اشمائیل و هاگار معجزه شده. چرا تورا اعلام میکنه که اینجا سرزمین جنوبه و همچنین جای تعجب داره که در یک جای دیگر هم این محل آمده و تکرار شده؟ خیلی دیرتر در روز وفات ابراهام، در روز خاکسپاری او نوشته و ابراهام جان به جان تسلیم کرد در سیر عمری و به پدرانش ملحق شد. اسحاق و اشمائیل فرزندانش او را به قبر سپردند در غار مخپلا که در صحرای افرون بن سوهر بود، که در منطقه ممره، صحرایی که ابراهام از افراد خط خریده بود، همون جایی را که سارا را دفن کرده بود. بعد از وفات ابراهام خداوند اسحاق را تسلی داد و او را برکت داد. بعد می نویسه و یشب اسحاق ایم بئر لحی روئی و اسحاق ساکن شد در همون کنار چاه بئر لحی روئی. چند تا سوال اینجا مطرح میشه. چرا اهمیت داره که تورا به ما اعلام بکنه و اصرار بکنه که اسحاق کجا زندگی میکنه و چرا جای زندگانی اسحاق در دو جای مختلف آمده؟ میتونیم برای جواب دادن به این سوال صحبت‌هایی از جای دیگه بکنیم. شاید جایی که بهش میگن بئر لحی روئی در سرزمین جنوب، این بیان کننده اتبددوت و انزوای اسحاق. اسحاق دور از خانواده‌اش زندگی میکنه، در جایی که آرامه، در جایی که ساکته، در جایی که از جامعه و جامعه اون زمان
که جامعه خیلی خوبی هم نبوده فاصله داشته باشه. اما نظر دیگری آمده و اون اینه که به نظر میرسه که اسحاق به تنهایی زندگی میکرد در سرزمین جنوب، برعکس ابراهام که در بین جوامع دیگه میرفت و حرکت میکرد و اونها را ارشاد میکرد. و میبینیم که این انزوای اسحاق به خاطر عظمت کاراکتر و اون درجهش بود. برای اینکه اسحاق دو اتفاق در زندگیش افتاده بود که او را متمایز و جدا از دیگران میکرد. اولین اتفاقی که میفته وقتی که سن کمی داشته و جوان بوده و بچه بوده، مجبور میشه از اشمائیل همبازیش جدا بشه. اشمائیلی که با اسحاق همبازی بودند و این جدایی به دنبال خواهش سارا از ابراهام که به او میگه اشمائیل و مادرش هاگار را از اینجا بیرون کن. سارا میگه این فرزند کنیز با پسر من اسحاق ارث نخواهد بود. هرچند این حرف به نظر ابراهام بسیار بد میاد و او چطور میتونست اشمائیل را که بسیار دوست داشت از خانه بیرون بکنه، اما وقتی خدا به ابراهام میگه کل اشیر تمر ایلی خواست سارا شما به قولا، هرچی که سارا به تو میگه به حرفش گوش کن، ابراهام دستور خدا را انجام میده. احتمالا اسحاق هم از این ماجرا ناراحته و نگران میشه. البته خدا به ابراهام گفته بود به حرف همسرت گوش کن، اما نگفته بود که او را از خانه بیرون کن. میتونست رفتار محترمانه تری برای جدا شدن بین اشمائیل و اسحاق، اگر همین میبینی مشیت خدا بوده، انجام بگیره. دومین اتفاقی که مهم بوده برای اسحاق و تأثیر گذاشته روی او، اون عقدا شدن اوست و این که قرار بود آزمایش بشه و به عنوان قربانی سوختنی تعالی پیدا میکنه. وقتی که این اتفاق نیفتاد، خدا به ابراهام گفت که من هرگز اجازه نمیدم و نمیخواهم که انسانی برای من قربانی بشه و این فقط یک آزمایش بود. در توراه نمی نویسه که وقتی ابراهام بر میگرده به خانهش، اسحاق هم با او میره. ابراهام به بئرشبا بر میگرده، اما اسحاق با او نمیره. براستی اسحاق کجا رفت؟ تفاسیر دلیل های متفاوتی آوردند درباره اینکه اسحاق به کجا رفت. مثلا یک جا گفته شده که ابراهام گفت چیزی نمانده بود که بچه‌ام از دنیا بره و هنوز او راه خداشناسی و تورای زمان خودش را یاد نگرفته و او را به مکتب شنبایبر فرستاد. در تفسیرهای بسیار رمزی و کبالایی میگویند برای اون ترامای بزرگی که اسحاق دچار شده بود و اون عظمت اون لحظه‌ای که قرار بود قربانی بشه، تأثیراتی در درون و روان ایجاد شده بود و لازم شد که مدتی بره و در جای آرامی و جای خوبی، منطقه عدن یا گن ایدن، ساکن بشه تا اونجا اصلاح پیدا بکنه و روحیش تجدید بشه. این البته نظر میستیکی هست، اما به دنبال این مسئله ما میتونیم یک نظر دیگر هم بدیم و اون اینه که از اون موقع به بعد اسحاق آدم دیگری شد. اسحاقی که به طور تعبیری و طور تمثیلی اشک فرشتگان در چشمان او، در لحظه تعالیش چشمان او رو کمسو کرد و این البته متافور هست، فرشته عشق نداره و فرشته جسم نداره، منظور تأثیر بسیار شدید روانی که در وجود اسحاق یک دگرگونی ایجاد کرد، او را از انسانهای دیگری تا اندازه‌ای منزوی کرد و او احتیاج داشت که به جای آرامی بره و به دور از جمع و جامعه
به این اتفاقی که براش افتاده بیندیشه، او را هضم بکنه و خود را با اون تغییرات هماهنگ بکنه. و این مسئله علت رفتن او به ارلخیروی است، جایی که هاگار فرشتگان را می دیده و جایی را که اسحاق اونجا وقتی می رفت احساس بسیار زیبایی داشت. همونطوری که نصیب مبلوجین هم نظرش همینه که اونجا برای نیایش اسحاق در نظر گرفته شده بود. می دانیم که اسحاق را بهش میگن پهد اسحاق. اسحاق یک هیبتی داشت به خاطر این اتفاق عجیب عقدا شدن و نوری در صورت داشت. انسان که به او نگاه میکرد ترس و هیبت الهی او را میگرفت. اولین برخوردی و تأثیری که بر رابطه بین اسحاق و همسرش رفقا اتفاق افتاد اون وقتی بود که خداوند رفقا را در سر راه اسحاق قرار داد، وقتی که اسحاق از بئر لخیرائی، از اون چشمه زمزم بعد از نیایش برمیگشت و اون عظمت و هیبت و نور جلال الهی رو در بر گرفته بود، درست زمانی شد که رفقا هم با خدمتکار ابراهام که او هم رفقا هم توسط خدمتکار در سر چاهی مشاهده شده بود و دعوت شده بود، اینا به هم نزدیک بشند. اسحاق از بئر لخیرائی از شاه زمزم می آمد و همسر رو رفقا از چشمه آب در منطقه حاران و اینها به هم برخورد می کنند و این تأثیر هیبت اسحاق که یک مرتبه وقتی رفقا او را می بینه و تره نبشته و تره دیسحاق و تیپول مهرگامال از هیبت او تحت تأثیر قرار بگیره و کنترلش را دست میده و او یا میفته. رفقا از روی شطور پایین میفته و این گفتار عجیبی است که تعجب برمیانگیزه و اون اینه که چطور باید اولین برخورد اسحاق با همسرش در این حالت باشه که هیبت او، هیبت اسحاق همسرش را در هیجان ببره و نگران بکنه، یا اینکه هیبتش او را حتی باعث افتادنش بشه. این چه جونه اولین برخورد آشنا شدنه؟ حخامی فرمودند عمدن خداوند چنین برنامه ایجاد کرد که رفقا ببینه اون هیبت اسحاق را و تا آخر عمر هم اگر میبینیم در تورا رفقا حداقل در تورا نمی نویسه که اونا با هم چه گفتگوهای میکردند. رفقا تحت تأثیر این هیبت قرار گرفته بود و حتی رفتاری هم که میکنه برای گرفتن برکت برای فرزندش از یک طریق غیر معمول انجام میشه، برای اینکه با هیبت اسحاق خیلی نمیشه روبرو شد. اما اسحاق به کجا میره و به کجا میاد؟ اسحاق حرکت میکرد. چه فکری، چه به صورت حرکت جسمی، چه روحانی. یک بار به خانه پدر و مادرش میرفت، یک زمان به چاه بئر لخیرائی میرفت، جایی که هاگار همسر پدرش زندگی میکرد. چرا این کار را میکرد؟ مگر جاهای دیگه برای تفیلا نبود؟ او از یک طرف متعهد به احترام پدرش بود که همسرش را از دست داده، سارا را، و به خاطر یاد نام مادر عزیزش و اون ارتباطی که قبلا با او داشت باید به نزد خانه آنها میرفت. از طرف دیگه اسحاق احساس خاصی در به خاطر اینکه هاگار همسر دیگر پدرش از خانه رانده شده بوده، این
دغدغه و نگرانی داشت و اینکه به سر اون چاه میرفت که احتمالاً زندگی اشمائیل و هاگار هم همون جاها بود، به او کمک میکرد که این نقطه ضعف را تا اندازه‌ای بر ایجاد درست بکنه و مشکل را تا اندازه‌ای حل بکنه و ارتباطی با دو طرف داشته باشه، هم با خانواده خودش هم با هاگار و فرزند او. و این انتخاب منطقه بئر لعی لخی رایی بود. اما این که میگه اسحاق می آمد می بو یعنی همیشه کارش این بود، از خانه خودش تا اون چاه می رفت، تا اون چشمه می رفت، برای اینکه مکان تفلای او قرار گرفت و بعد از وفات پدرش خانهش را هم همونجا قرار میده. اسحاق احساس میکنه که باید با اشمائیل نزدیک باشه، با وجودی که سرنوشت اونها را از هم جدا کرده بود، با وجودی که مشیت الهیم بود که اینها باید، چون با ایده‌های متفاوتی که دارند، باید از هم جدا باشند. اما عیسی میخواست با وجود جدایی ارتباطی حداقلی با اونها داشته باشه. ایده اسحاق ایده ساراست و اون ایده خداوندی که به ابراهام گفت این که میخوایی جهان را جهانگشایی کنی و خدا را به جهان نشان بدی، این خصلت را فعلا کنار بگذار، به سرزمین مقدس برو، به سرزمین کنعان برو و حسه یک سرزمین و یک ملت خداشناس و موحد را پایی بگذار و از اونجا نور الهی را به دنیا پخش بکن. اما از طرف دیگه ایده ابراهام ایده رفتن به همه دنیا و گشایش دنیای واحد و الهی بود. این میشن و این ماموریت او به اشمائیل سپرده شد. اشمائیل اما تو که تورا میگه یادو بکل، اشمائیل میخواد به همه جا دسترسی کنه، به همه جا برسه، ایدهش را به همه دنیا بده. امروز هم در دنیا چنین ایدهی در پیروان اشمائیل میبینیم و در حقیقت این همون ادعا و خواسته خود ابراهام بود که بعدن وقتی ابراهام صاحب 6 فرزند دیگه میشه، بالاخره ایده خودش رو هم پیاده میکنه، اونها رو آموزش میده، اونها رو سهم میده و اونها رو در دنیا پراکنده میکنه که برند و در مشرق زمین و فرهنگ و عقیده و تورای ابراهام رو به دنیا در حد معینی اشاعه بدند. دو ایده داریم، یه ایده تمرکز در کشور اسرائیل که اون به عهده اسحاق گذاشته شده و یکی به پخش شدن و کنترل جهان و ایجاد توحید در جهان که این به وسیله اشمائیل انجام میشه. یکی ایده ها بیشتر ایده اسحاق به سارا نزدیکتره، ایده اشمائیل به ابراهام نزدیکتره و به همین خاطر حقامی فرمودند اسحاق بین خانه مادریش و بین خانه جایی که خادار زندگی میکرد، هاگار زندگی میکرد، در رفت آمد بود که این دو رو با هم نزدیک بکنه. حتی در میدراش آمده که وقتی اسحاق رفقه به او داده شد، گفت من همسر گرفتم اما پدرم تنهاست. او چه کرد؟ رفت و برای همسر آورد. نام او قطورا بود. قطورا بعضی از مفسرین میگن همون هاگاره، البته نظرها متفاوته، اما میگن قطورا. چرا میگه؟ برای اینکه قطورا یعنی قطورت، یعنی بخور منزه و مقدس، و که هاگار مقدس باقی مونده بود و اسحاق را به نزد پدرش برگرداند. اسحاق میخواد که به اشمائیل درست نزدیک بشه و به مادر او. اشمائیل و اسحاق با هم دشمن نبودند، هرچند از مفسرین سعی کردند بیان بکنند که به خاطر اشکالاتی که در اشمائیل بود سارا او را از اسحاق جدا کرد، اما ربی شمبری های و با نظر ربی عقیبا مخالفت میکنه و میگه در اون زمان اشمائیل مشکلی به اون صورت که ما فکر بکنیم نبوده و البته این آینده اونهاست که خداوند تشخیص میده
به علتهایی که برای خداشناسی در دنیا باید پیاده بشه باید از هم جدا باشند. اما متاسفانه امروز میبینیم که مسائلی که در اتفاق افتاد بعد از بازگشت قوم اسرائیل به سرزمینش و متاسفانه بعضی ها نتوانستن بر بتابند این مسئله را و دشمنی را شروع کردند و اون سرزمین را که خدا به اسحاق ارث داده بود و چندین قرن اولادان اسحاق اونجا زندگی کرده بودند، حداقل دو بیت مقدس اونجا بود و بعد از ویرانی دوم پراکنده شدند. بعد از بازگشت خیلی از عقاید و معتقدین دیگر با این مسئله مخالفت کردند. اما میبینیم همانطوری که اسحاق میره و در جایی زندگی میکنه و در جایی نماز میگذاره که برای هاگار اونجا معجزه شده و آب از چشم خارج شده، او هم به اونجا میره و اونجا سکنا میگزینه که بگه زمان خواهد رسید که اشمائیل و اسحاق آشتی خواهند کرد. این زمان در دوره ما شروع شده. برید ابراهام، میثاق ابراهیم، شروع رابطه بین امارات و بحرین با کشور اسرائیل، این شروع تیکون و اصلاح جدایی اشمائیل و اسحاق. اسحاق و اشمائیل دارن کم کم آشتی میکنند. زمان میخواد، طول میکشه، همانطوری که همه چیز آهسته پیش میره و تدریجیه خواهیم دید که در آینده نچندان دور رابطه اشمائیل و اسحاق برقرار میشه و اونها در همون قانون ابراهام پیش خواهند رفت. اسحاق همون دستورات تورا و قوم او انجام خواهند داد و اشمائیل هم اون میشن و اون رسالت ابراهامی و یعنی توحید را به طور درست ادامه خواهد داد و حتی عقاید متفاوت نمیتونه باعث جدایی بین برادرها بشه. جای خوشبختی است که این مسئله شروع شده و اشمائیل و اسحاق دریافتند جز صلح و صفا و دوستی به هیچ وجه دیگری نمیتونن مشکلات خودشون را حل بکنند. این هم زخوت ابراهام و سارا و همچنین هاگار و اشمائیل. شالوم و رحمت.